سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. از این صابونای فانتزی حتما تو بازار زیاد دیدینه، در اینکه کم خرج باشه خودتون میتونید تو خونه این صابونای فانتزی خوشگل رو درست کنید و تو حمام دستشوییتون به عنوان تزئینی ازش استفاده کنید. نیاز داریم به یک رنده و صابون، حالا از هر رنگی میخواد باشه. میتونین از یه رنگش استفاده کنید، میتونین از دو رنگش استفاده کنید، یا حتی میتونین موقعی که تو قالب میریزین مثل ژله اونو دو رنگ هم درست کنید، ولی من میخوام حالا یه رنگ درست کنم. و به یه قالب سیلیکونی هم احتیاج داریم، حتما باید قالبتون سیلیکونی باشه که اینا راحت از دوش در بیان. اول از همه صابونمونو رندش میکنیم. بعد از اینکه صابونا رو رنده کردیم، اونا رو توی ظرف می‌ریزیم و مقداری آب می‌ریزیم توش و می‌ذاریم رو گاز تا بجوشه و این صابونا خوب حل بشن. یه لیوان آب گرم داریم، اینو کم کم آب بهش اضافه می‌کنیم. اگر نیاز داشت دوباره آب می‌ریزیم بهش، ولی از اول آب زیاد بهش نزنی که شل بشه. و میذاریمش رو گاز تا بجوشه. آب ریختیم توش و الان گذاشتیمش روی گاز. البته این چون الان آب توش ریختیم، رنگ صورتیش یک کمی بیرنگ تر میشه. شما میتونین به خاطری که یه رنگ صورتی خوش رنگی داشته باشین، میتونین یه قطره رنگ چیزم بهش بزنی خوراکی تا صورتش خیلی خوش رنگ بشه. در حین پختم میتونین همش هم بزنید تا اینا زودتر مواد صابون تو این آب حل بشه. من یه لیوان آب ریختم داخل این و یه لیوان الان کم بود، من دوباره مقداری آب بهش اضافه میکنم. شما هم در حینی که درست میکنین دقت کنین، اگه دیدین آبش کمه تا میاد این مواد حل بشه تو آب، حتما کم کم بهش آب اضافه کنید. زیاد یهو اضافه نکنید که خیلی بشه. خب دوستان، به جای قاشق اگه با این همزن هم بزنیم بهتر حل میشن این صابونا. وقتی به این مرحله رسید کف کرد دیگه، یعنی این همش آب شده دیگه، از رو شعله برش میداریم و قالبمونو باش پر میکنیم و میذاریم به یک ساعتی بمونه تا خنک بشه و خودشو بگیره و بعد ببینیم مرحله بعد چی توش در میاد. با ما همراه باشید. یه موردیو که باید بهتون بگم اینه که ته قابلمه رو وقتی من از رو گاز برداشتم یه مقدارش هنوز مونده بود و برای اینکه شکل صابونامو خوشگل در بیاد، من اینا رو اول از صافی رد کردم و بعد تو قالب ریختم. شما هم اگه براتون همه زدین و دیدین یه همچین موردی هست، از صافی ردش کنین و بعد تو قالبتون بریزین. حالا قالبامونو با این کفا پر میکنیم. بعد از اینکه قالبمونو پر کردیم با یه چیز صافی، این اضافیاشو از روی قالب برمیداریم به این شکل. بذاریمش، نیازی هم نیست یخچال بذاریم، اگه همین جام بذاریم خودش سرد که بشه این بسته میشه. خب نتیجه رو یک ساعت بعد ببینیم چی میشه. خب دوستان، قالب صابونمون بسته شد، حالا درشون بیاریم ببینیم چی شده. قالب که سیلیکونی باشه خیلی راحت جدا میشه و در میاد و
الی آخر همینطور همه رو در میاریم و تو ظرف میذاریم و تزیینش میکنیم. خب دوستان همونطور که دیدید اینا خیلی راحت به صورت قالبای فانتزی در اومدن و تو ظرف قرارشون میدیم. دیدید که تو پیجای مختلف از این صابونا میفروشن ولی چقدرم گرون. پس بهتره خودتون دست به کار بشین و از این صابونای خوشگل و زیبا درست کنید و باش دستشویتون رو تزیین کنید. خیلی قشنگ و زیبا و خیلی هم با صرفه. امیدوارم خوشتون اومده باشه.